پورتو پارتو قرار اون جوری بازی کنیم که همه شما توی کامنت ها به هم گفتید شعار این قسمت سود کمتر فروش بیشتر من احساس میکنم پت سر و میکروفون از میکنه سود اوه. اگه دوست دارید که همینجوری به صورت دیلی باستون ویدیو آپلود کنیم لایک و کامنت فراموش نشه بدون معطلی بریم سراغ ادامه بازی آقا همون جوری که تو اینترو بهتون گفتم این پارتو میخوام یه جوری بازی کنم که بتونیم بیشتر سود کنیم خیلی هاتون اومدید تو کامنت ها نوشتید که داداش این عددهایی که اون مشتری ها میگن اصلا یه جور دیگه کار میکنه و بحثش یه چیز دیگه است اصلا یه صحبت دیگه است حالا میخوایم ببینیم واقعا اینجوری هست یا نه اکسسوری که سر جای خودش هست بیشتر سعی میکنیم که یه ذره زد و بند با آدمایی که میان اینجا وای میسن داشته باشیم مشکلی که من دارم آخه میدونی چیه اینه که اصلا پول ندارم همش چیه برم بخرم چیزایی که اینا میارن و اصل داستان هم اینجاست و اینکه دیگه چیکار میخواستم بکنم آها اینجا میاد مشتری وای میسه مثلا میگه 56 میخوام نسبت به قیمتی که خودم بهش میگم مثلا 56 دلار بیارم پایین حالا درصدی مرصدی و اینا که میدونید نمیتونم حساب کنم ولی یه کارایی میشه کرد فعلا ساعت 11 سر زوره مشتری مشتری خیلی ندارین آقا من یه چیزایی راجع به این بازی دیدم که این مغازه خیلی بزرگتره نمیدونم چیجوری جوری انقدش کرده بود لولت باید بره بالا بازی آپدیت دیگه ای داده ولی من که هرچی گشتم آپدیتی برای این بازی ندیدم البته که بازی منم اورجینال نیست ولی خب بالاخره آپدیتش باید بیاد دیگه نگاه کن الان یه مشتری اومده اینجا وایساده اینجوری باز میخواد گوشیشو به من بفروشه ولی من 6 دلار پول دارم چیکار کنم الان باید بفرستمش بیرون دیگه شاید همین داستان باعث شده که یه مقدار محبوبیت مغازه من بیاد پایین و مشتریام کم باشه ولی مشکل اینجا نیست که مشتری من کمه مشکل اینجاست که اصلا شهر خلوته که تو شهر نیست به کی چی بفروشم الان بعد نمیدونم چرا پول ندارم من این همه اکسسوری فروختم کل سرمایه من الان خلاصه شده چهار تا گوشی که اون توه و هیچ کس نمیخره بعد منتظر بمونم دیگه بعد وایس با هم زره اینا برسن نمیدونم چرا امروز اینجا جمعه است عتیلی چیزیه آجی چرا هیچکی نمیاد آه ایشی ای بابا تو هم نیومدی تو دیگه مغازه که بازه ایشالله یه پارت از این بازی گذاشتیم که منو بابک با هم دیگه داشتیم میرفتیم با اینکه جفتمون گیمو داشتیم میدیدیم ده دقیقه اصلا نفهمیدیم مغازه تعطیله و اینکه خیلی پارت تاثیرگذاری بوده و خیلی دوش سود کرد البته کارهایی کردیم پلیس اومد مثلا باحال بود گرفت 500 دلار بدبخت اونجا نمیدونم اگه 500 دلار رو نداشتیم چی کار میکرد یارو مثلا میشدیم منفی 500 یا اینکه بازی تموم میشد و میرفتیم از اول آقا چرا هیچکی نیست دورو قرآن یکی بیاد یه چیز بحثی بکنیم از داخل با هم دیگه نخریدی هم نخریدی این مورد شور تو ببرن حالا ازت به هم میخوره ولی یه داستانی هم با تو دارم آقا یه چیز جدید بچه ها تو کامنت ها به من گفتن که دمشون گرم واقعا اینکه اینونتوری داریم ما تو این بازی و ایکس اینونتوریمون خیلی جالب بود من اصلا نمیدونستم اون گوشی دوزیه رو بذارم جیبم یعنی پلیس نمیفهمه خانم من میخوام یه گوشی به شما حتما بفروشم یعنی هر کاری میکنم هر قیمتی که بگی بهت میفروشم ببین الان نگاه میکنیم قیمت گوشی 320 دلاره خب دیگه 100 دلار سود روی 320 بد نیست حالا ما صدم نمیگیم میگیم 390 ببینم چی میگه اکسپت کرد و پول شد 396 دلار حالا میتونم این پول رو نگه دارم از این آدم الکیا که میاد تو یه چیزی بخرم یا اکسسوری بخرم نمیدونم اکسسوری هم دیگه چی نداریم تموم شد فقط از این بایا داریم که 40 ساعت کار میکنه آقا این دروغه گول این تبلیغات ای رو نخورید عمرن 40 ساعت کار نمیکنه من مطمئنم شک ندارم ولی خب دیگه حالا روش زده 40 ساعت آقا شما وایس همین وسط باریکلا ببینم چه آشکالی آوردی یه دونه نوکیا 6300 شیشی گوردی که ریدی توش 80 دلار مارکت پرایسشه چقدر میگی اون وقت 130 دلار من میگم 80 دلار همون همون 80 دلار داری بالا میگی بکنم فرو خب این گوه رو من چیکار کنم به چه دردی میخوره آخه آقا کجا تعمیرات کجا بود کن دو زیم و باشه یه دقیقه وایسا ببینم ببین اینو میذارم تو اینونتوری فعلا حالا یه بحثی با ایشون بکنیم تامسونگ 115 دلاری میخواد من بهش میگم 150 دلار انقدر 35 دلار خیر میگیرم که نخرید باز ببین مشتری ها لاش خورم هستن میگم همینه داستان اماشون نمیخرن این تعمیرات کجا بود این کوچه رو می‌رفتیم اونور یه کوچه دیگه میپیچیدی یه سمتی اینجا تعمیرات معمیراتیه بود فکر کنم دیگه اینه اینجاست کدوم گوره این آقا این چنین اینجاست فکر کنم اه آها اینه آقا داداش با اینکه وقت تلف کردن گوشی اصلا هیچ ارزشی نداره گوشی درب و داغونه ولی من میخوام اینو بدم شما درست کنی واسم فیکسیت 9 دلار میگیره درستش میکنه 90 دلار خریدمش میشه 99 دلار دیگه 40 دلار رو روش سود بکنیم دیگه حرفاتون منطقی بوده آقا تا اینجا کار بحثایی که با هم دیگه داشتیم منطقی بوده حالا این اکسسوری رو بدیم این داداشمون ببره ببینیم این چی آورده شیامی 12 کار میکنه 4 گیگ دلار خیلی داری بالا میگی 1768 مارکت پرایسش 400 دلار بود من میگم 350 اگه میخوام بحث کنم با اتون. 350 اوه اوه گم شو بابا پر رو میشن یه دفعه آقا بذار اکسسوری بیاریم یه دونه آنوپاد دیگه میخرم به قیمت 180 دلار چقدر پول مون 177 مون یه دونه 80 دلاری میخرم اینم به کارمون میاد 97 مون یه 80 دلاری دیگه میخرم اینا سوداش خوبه دیگه یه 17 دلار مون که اونم فیکس یه چیز 17 دلاری میخرم که پول صفر بشه خیالمون راحت دیگه هیچ اصلا نداریم دیگه خوبه درست شد ولی فروش گوشیامون فکر کنم یه ذره اوکی تر شده باشه حالا حالا این گوشیارم بیارن میتونم چک کنم ببینم چی جوریه دیگه داستانش چه حالی داد اینونتوری مثلا اینو نمیدونستم دمتون گرم که انقدر پیگیر و ریزبینانه گیم پلی ها رو تماشا میکنید و حال میدید خیلی خوش میگذره اینجوری که بازی میکنیم واقعا چیزایی که من نمیفهمم شما میفهمید چیزایی که شما میفهمید و من نمیفهمم دوباره آقا گوشی سامسونگ a 115 دلار 8 گیگ 150 دلار دیگه و 35 دلار سود میگه 37 دلار کم کن خب ببین این الان دیگه میشه ضرر صد و دلار دولار نمیخری دیگه تو چه ای وایسا خواهر بودن با هم فکر کنم گفت ولش کنیم اینو نگاه از دوباره رفت گیر کرد اونجا ای بابا چه گیری افتادیم آقا یه دفعه بریم بخوابیم بیدار این باگ ماگا رفت بشه داستان غم شد ماشینه رفت تو دیوار نمیدونم کی میخوان این داستان ها رو درست کنن آقا تا کی باگ باگ تا نمیفهمم متوجه نشدم داستانش چی جوریه چرا ماشین باید بره تو دیوار بعد من الان پول نداشتم مگه نه دیگه پولو صفر کردم این هنو اونجا گیر کرده که چیکار کنم من با این ماشینه آقا این ونه اگه از اونجا در نیاد زندگی ما سیاش خاک بر سرت که تو انقدر اصلا چپ دستی ریدی واقعا آقا از اونجایی که اینا همه گیر کردن تو هم دیگه همون ماشینه گیر کرده هم آدما دارن میپیچن به هم دیگه همین که مثلا دیگه پول ندارم هیچی کاری نمیتونم بکنم اون بکنم که چیزی که خریدم اونجا هم ضرر خالص شد و رفت من مجبورم که یه بار گیم رو ببندم دوباره باز کنم برگردم پیشه آقا من همون حرکتی که بهتون گفتم و زدم بریم ببینیم این ماشینه در اومده یا هنوز اونجا گیر کرده من سفارش داشتم دسته این. خب خدا که رفته ولی پولم صفره یکی از چیزایی که خریدم هم فکر کنم لا رفت یعنی دیگه کاری باش نمیتونیم بکنیم تمام چیزایی که فروخته بودم رفته اصلا چی شد چرا اینجوری شد آقا همینجوری ما با بدبختی داریم به خدا پول در میاریم این باگماگا دیگه خیلی داستانشون عجیبه ببین یه چیز دیگه اینجا بود آقا ما قبض اصلا نداریم آخه هیچ قبضی برای من نیومده خودش داره کم میکنه نمیدونم چه گویی داره میخوان نگاه کن مثلا صفره ولی صدای پرداخت جدن میده خیلی عجیبه حالا از یه جایی میشه فهمید که ما داستان به هم ریخته یا نه اینکه اون گوشیه که اونجا گرفته بودم هنوز هست یا نه ببینم دورو قرآن گوشیم دست داشت؟ درست نکردی که اینو هنوز ای بابا پس چرا سیف نشده اصلا آقا به مشکل داره میخوره و اعصاب داره خورتر میشه همین جوریش میگم پدرمون در اومده تو این بازی بعد داستانم میشه حالا سیف نمیشه ماشینه میره گیر میکنه دو تا از سفارش های من آقا ریده شد تو شما شاهد دیدا دو تا هدفون خفن خریده بودم اینجا گذاشته بودم برای فروش الان نیست من اسکل میکنی؟ میکشم به قران دهنه تو سرویس میکنم نگاه کن باگو ببین دوباره اونجا گیر کرد بیکسیت مونده اونجا نمیدونم دیگه باید چیکار کنم آقا با این بازی یه مقدار دیولوپرها انگار اوتاهی کردن تو ساختن خیلی اوزاش خرابه ولی بازم من ادامه میدم بازم بیخیال نمیشم و سعی رو میکنم که برسونم مغازه رو آقا به یه جای دیگه چون شما این بازی رو خیلی دوست داری تو رو قران تو وای نسا اینجا داری میبینی اسکل میبینی صفر پولم اینجا دوباره ما باگو خوردیم آقا این نوشته اون پایین مونده ولی رو میتونیم انجام بدیم به خاطر همین دوباره من ریست نکردم چون فکر کنم اون گوشی دوباره میره از اول و درست نمیشه الان تنها راه نجات من این ست و گوشیه که اینجاست یعنی با همینو باید همه رو برگردونم و یک چیز جالب دیگه ای که بچه ها میگفتن اینه که آقا کفم میتونی تغییر بدی ها خوشیل میشه ولی 450 دلار رو کی میخواد بده از کجا بیاریم ما اینا رو آقا بفرمایید تو آیش میکنم گوشی به خدا ببین زیر قیمت بازه دیگه آره دیگه چرا نمیاد بازم دورو خدا خواهش میکنم از همتون گوشی های منو بیاد بخرید جون مادراتون خیلی اوضاع خراب شد خیلی اوضاع خراب شد همه چی دست به دست هم داده که ما به دیرترین حالت ممکن تو این بازی پیشرفت کنیم مشتری تا دم در مغازه میاد ولی تو نمیاد میاد تو هم میخواد یه چیزی به من بفروشه و اعصاب منو از این چیزی که هست خوردتر کنه این واقعا چیز پسندیده و درستی نیست برای یک بازی شبیه ساز قوی مثل موبایل ستور تو رو خدا بیاید گوشی هم من بخرید بدبختم پول ندارم بیچارم خرج زن و بچه که ندارم البته ولی خرج خودم مونده یه لغمه پنیر روزی دارم فقط میخورم که از درست نمیرم آقا بیاید دیگه ای بابا چه داستانی شده برو تو رو قرآن سر گوشی ها یکی بره وایس اونجا بابا حد جوری من رو درگیر کرده اون ماشینه گوگیر گیر کرد اونجا اینجوری شد همه چی درست بود به خود اول اما دوزید حاجی راننده این ونه دوزه من فهمیدم رانندهش دوزه نمیخواد ما پیشرفت کنیم این فکر کنم میاد تو بابا نمیاد پس این همه گوشی رو من برای چی گذاشتم اینجا به خدا جمع میکنم موبایل فروشی رو جمع میکنم تو رو قرآن تو اون وسط وای نست وای نست نمیخوام ندارم هیچی پول ندارم چی جوری بگم بهتون دیگه با پشمان پشمان دستم به دامن داداش کارم گیره به خدا بیاد یه چیزی بس. ای وای نمیخرم نمیخرن اصلا نمیان دیگه تو هرچی انگار اوزاد بیریختر میشه مشتریاتم کمتر میشن نگاه کن هیچ کدوم نمیخوان بیان تو آقا ما الان اکسسوری که نداریم نگاه کن این هی میاد ایسکای منو میگه ای آقا کفری شدم به خدا جدی جدی دارم میگه یعنی دورت مورت قرمز شد انقدر هرس خوردم خیلی بد بود تازه داشتم به جایی میرسیدم و یه ترفندایی میخواستم پیاده کنم که پول مول در بیاریم یه دفعه ونه اومد رید تو دو تا هدفون تو دلار پول من تقریبا نمیدونم دوباره برگردم از اولم و از همینجا میاد دیگه کاری نمیشه کرد تا این گوشی ها رو نفروشیم آقا هیچی نمیشیم ما تو این بازی چی کسته میاد آقا این گوشیه تموم نشد کارش من چک بکنم دقل اونو بیارم بذارم به هوای اون یه دو نفر بیاد تو و مجبورم به خاطر اینکه اوزام خیلی خراب شده آقا این درست نشد داداش نمیدی گوشی درستش نکردی که هنوز که بابا درستش کنین او اوه اوه او میگه پول نداری دیگه آره راست میگه دیگه بابا 9 دلار هم نداریم بدیم اینو فیکسش کنیم عجب گرفتاری شدیم رو تو روز هشتم بازی با پول صفر هم اینجوری من با پیج وای مشتری رفت بیرون آقا اینا قاطی شده تو هم دیگه من اصلا هیچی نمیبینم نوشته ها همش داره گیر میکنه نمیدونم چرا انقدر داره ان میزنه بازی رو هم رو هم همه نوشته ها هم اینجوری بغل همدیگه موندن من فکر کنم یک بار دیگه باید بازی رو ببندم و دوباره باز کنم بخاطر این این به خاطر اینکه اینجوری به هیچ جا نمیرسیم هنوزم که پولمون صفره و اگه قرار باشه که تو روز بعدی هم همینجوری بگذره که داستانمون فکر کنم میره اصلا از اول حالا من یه بار دیگه بازی رو میبندم میام ببینیم چه خاکی باید بریزیم تو سرمون آقا دوباره ما گیمو و بستیم و اومدیم همچنان تو روز هشت از نه صبح بازی شروع شد با صفر دلار پول نقد هیچی پول ندارم تنها چیزی که هست تنها امیدی که دارم اینه که بیان این گوشی ها رو بخرن دوباره منو بندازن رو, رو روال عادی کار آقا درو وا میذارم اصلا دز بیاد <تص> مشتری هم نیومد نیومد دوز بیاد این چیزی بخره دارم دیوونه میشم دیگه بابا من میشم چین چیزی انقدر با بدبختی تو این بازی پول جمع بکنی بعد یه دفعه باگ بخوره همه پولاتم هم بره من این سه تا گوشی رو نشستم چیکار میکردم کی پاسخ خود کی میومد هوای منو داشته باشه بگی آقا بیا این 200 دلار دو تا گوشی برو بخر کارتو از اول را بنداز اوزگرد نمیدونم این نوشته ها دیگه چی بودم اینجوری روهم روهم رو هم گیر میکرد باگ زیاد دیگه آقا بازی پر باگه باگ بازی اصلا یه جورایی امیدوارم که به سرعت یه آپدیت درست حسابی بده که ما از شر این مسخره بازی ها خلاص بشیم بتونیم درست بازی کنیم من تو الان فکر کنم هیچی پول از دست نداده باشم یه یکی پول از دست دادم بیخودی ببین اینا میان از اینجا تو مغازه رو یه نگاه میندازه سوسکی میبینه که خب سه تا گوشی دارم که قیمتاشون هم همچین بالا نیست های پایین ماینی ما دارن بعد نمیاد ببین این وسط وایسی الان به درد من نمیخوره خب چیکار کنم هیچ پول ندارم هیچ یعنی پول یه دونه نوشابه هم ندارم بعد تو اومدی اینجا گوشی بفروشی به من آخ آخ مشتری وای وای تو رو خدا هر چی بدی میفروشم دیگه چیکار کنم 115 دلاره من بهت میگم 140 دلار که بحث نکنیم زیاد با هم 140 دلار ازگل بابا شکار کنم 61 115 خریدم بیا 130 مال تو فقط ببر گوشی رو نگاه کن نمیده ها 120 تا 5 دلار سود بیا آقا میگه 76 ببین اگه نوشته رو با دقت بخونی می نویسه که من 76 دلار میتونم پول بدم واسه این داستان اصلا بیشتر نمیدم منم دارم اصلا بدون سود گوشی رو بهش میدم برو گم شو برو گم شو بیرون فهمیدید اوضاع ما خراب زیاد پول مول نداریم شما هم همتون اومدید لاشخوری کنید کاملا واضحه قشن میفهمم اینو که اینا از تو قفسه های من تشخیص دادن که پول مول ندارم جیبام خالیه اومدن که بزخری کنن ازم بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه درسته که تو این پارت یه ذره اوضاع به هم ریخته شد کار خاصی نتونستیم بکنیم ولی من خودم یه ذره گیم رو میبرم جلو به جایی میرسونم که تو پارت های بعدی حرکت های باحال مرسی که منو حمایت میکنید و کامنت های خفن میذارید دوستتون دارم خیلی زیاد مراقب خودتون باشید خدا حافظ